بهره بهره اینی که خوشگله مثل تلان مونچه یه رواشتک بشنگه اون ناز و عدان کلیپ ها پساده داری چشمی آتم گذن آجت از وصف جمالش شده هر شعر و قطن بوی خوب از رود پوست صافه یه تنش نقش اون هنای داد و برگ کالون بدنش دختره بهره اینی که خوشگله مثل تلان مونچه یه رواشتک بشنگه اون ناز و عدان هنوز هستین شما؟ نرفتین بخوابین؟ خواب و آرام از چشمتون من میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز ویر هستین. سلام. سلام بفرمایید. سلام. خسته نباشید. مرسی مرسی. خواهش میکنم. خوب هستین؟ مرسی بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید. بله بهم جان خسته نباشی. فریما مجددا تماس میگیرم، همیشه هر هفته چیزی خط منتظر هستم. خسته نباشی از برنامه قشنگتون. اول دوم که شما صحبتهایی که در مورد رابطه دختر و پسر و دوستی و دوست پسری و نمیدونم سکس و اینا میکنید، همه این صحبتات از دیدم خیلی منطقی بوده. تلویزیون تو خاموش کن لطفا، بذار یه خود منطقی تر بشه. تلویزیون صداش تا آخر کم بکن. صدا تا آخر تلویزیون کم کن، فقط با تلفن گوش بده. بفرما. خب بعد اینکه میخواستم براتون بگم که بالاخره ما در طی چند هفته که برنامه‌تون داریم میبینید متوجه نشدیم بالاخره رابطه سکس چه جور رابطه باید باشه، باید نباشه، باید چه سیستمی باشه. من احساسم برای خلاف همه بیننده هایی که نگاه میکنم و فکر میکنم شما دو قرار در مورد خانم رو صحبت میکنیم یا آبایو، احساس میکنم که خیلی با روش شناسیش با مردم برخورد میکنیم. اونتا یه ایرادی فقط تونستم بگم در مورد این رابطه ها، رابطه سیکس. این اول مشخص کنید، اگر شد من قصد میکنم شما صحبت میکنم، سوال شما پسید، اصلا این رابطه بالاخره باید باشه یا نمیشه؟ شما با اینجور که صحبت میکنم اصلا این رابطه به نظر نباید وجود داشته باشه، یا اگر باید وجود داشته باشه حتما دو نفر در مثلا گروه هم و ازدواج رو نمیدونم اینکه همدیگر کامل بشناسن. خب تا این رابطه هم نباشه همدیگر کامل پیست و سر نمیشناسن. یکی که هفته گذشته صحبت کردیم از شما گفتم که رابطه حیوانیه، شما گفتی صد درصد. میخوام بگم وقتی که دو نفر با هم دیگه یه رابطه سکس رو برقرار میکنن، رابطه باعث آرامششون میشه دیگه. یعنی آرامش میگیرن از هم دیگه، حالا برای حتی چند دقیقه. درسته. بعدش کار نداریم. از 100 درصد آدما 90 درصدشون همدیگه رو دوست دارن که میان بغل همدیگه. درسته؟ بله اونم درسته. 10 درصدشون هایی که به اجباره یا مثلا به قول معروف به زور این رابطه رو برقرار میکنه، 90 درصد با تمایل بالاخره برای حتی نیستن که شده تا حالا ادامه دار باشه یا نباشه با رابطه تمایلی که دارن تنیه. حالا سوالتون برای من چیه؟ همه اینا رو گفتیم، من همه نفهمیدم سوال شما چیه؟ میخوام یه بگم که این رابطه اصلا این رابطه حیوانی نیست، این رابطه 100 درصده. یعنی اگه شما یه دقیقه صبر کن. یه دو تا جمله شما میگی، دو تا جمله من میگم. دوباره دو تا جمله شما میگی، دو تا جمله من میگم. خب هر موقع هم گفتم نفهمیدم توضیح بده، شما بعد بگو چون، بعد 25 تا جمله توضیح بده. هر موقع من گفتم نفهمیدم شما توضیح بده. خب رابطه سکس یه رابطه 100 درصد حیوانی هست. حیوان هم وقتی سکس داره بعدش آرامش بهش دست میده. همه مسائل حیوانی انسانی با هم دیگه یکیه در مورد سکس. ایموشن و مسائل دیگه هم که بین انسان ها به وجود میاد در رابطه با در موقع با سکس بین حیوانات هم به وجود میاد، منتها درجاتش فرق میکنه، یه خود فرمتش ممکنه فرق بکنه، بروزش خود فرق بکنه. و این حالا به این دلیل من اینو گفتم. سوال اول شما که پرسیدی که آیا این روابط باید باشه یا نباشه، بنده هیچ کاره هستم که بگم شما باید چی کار بکنید یا نکنید؟ قرآن و تورات و انجیل هم گفته شما چی کار بکنید، شما گوش نمیدید دیگه، چی کار داری که من چی میگم؟
متوجه هستی؟ ما در این صبح نمیگیم شما چی کار باید بکنید، ما در این صبح میگیم شما هر کاری که کردی اگر راجع به سوال داری من به تا اونجا که خودم فکر میکنم میفهمم به شما میگم که نکات مثبت منفی این کاری که کردی چی هستش، خطراتش کجاست، چی کار بکنی که تو خطراتش نیفتی، چی کار کن زندگی درست انجام بشه. من به شما نمیگم که شما چی کار بکنی، قرآن هم گفته، تورات هم گفته، انجیل هم گفته، شما گوش نمیکنید. من چی کارم که میخوام به شما بگم شما چی کار بکنید؟ خب بخلا نتیجه بستمون بالاخره ما شما قبول داریم، شما خیلی درصد از این شیف رو بردیم کنیم، من احساس بزرگی که من از تو منطقه 100% خب دارم به شما میگم، به شما مطلب من این نیستش که شما برید به سکس بکنید یا نکنید یا دوست پسر بگیرید یا نگیرید. طرف میگه آقا من دوست دختر یادم 16 سالش میخوای عروسی کنم، من میگم آقا این چای داری میفتی توش، یا مثلا میگه من با زن شوهردار دارم سکس میکنم، میگم آقا نکن شوهرش میاد میکشه تو رو. من که نمیگم بگم این کار اخلاقی درسته یا غلطه، شما کتابا و مراجع و پیامبران و پیشوایانی هست میتونید بهشون گوش بدین، حرفای اونها رو وقتی گوش نمیدین حرف من رو گوش بدی. در نتیجه من نمیگم شما چی کار بکنید، من خودم حالا یکی باید برام بگه چی کار بکنم، ولی وقتی سوالی میکنید در حد عقل خودم به شما، مرسی که گفتی منطقی، در حد منطقی میفهمم به شما میگم که آقا جون این راهی که داری میری کجا ممکنه بیفتی. خیلی هم متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستین. الو بفرمایید. الو بفرمایید، با بهروز زهر هستین. سلام بفرمایید. حتما باش. بفرمایید. مرسی بریم بحث مطلب. بهروز جان من میخواستم ببینم من حالا دوست دختر نداشتم. من چیکار میتونم بکنم که تعداد دوست دخترم زیاد کنم یا دوست دختر داشته باشم؟ یعنی به یک برسونی تعدادشون رو؟ بله. یعنی زیاد کنی برسونی به یک؟ بله بله. یعنی میخواد دوست دختر داشته باشی؟ بله بله. خب ببین، کسایی که دخترایی که میان دوست پسر میگیرن جاشون معلومه، تفریحاتشون معلومه، جایی که مسافرتاشون معلومه، از قیافه و لباس و طریقه برخوردشون معلومه. شما رو با همون حرف بزنی، حالا دوتشون میگه نه دوتش از تو خوشش نمیاد، دوتش هم دوست پسر داره، دوتش هم دلش نمیخواد به دوست پسرش خیانت بکنه، یه لحظه یکیش بهت میگه بله دیگه. این چیز عجیب غریبی نیست که شما فقط باید چیزی که در نظر داشته باشی که وقتی جلو میری و با هر دختری که خوشت میاد حرف میخوای بزنی، یادت باشه اگر اون دختر بزرگترین نه دنیا رو به تو وقتی گفت، شما هیچی از دست نمیدی. در نتیجه برای این قضیه ترسی وجود نداره. بله جان، من آخه اینجوری نیست که مثلا کی پیافه یافته ای نداشته باشم. از خیلی از پسرام شاید پشتی یافته تر و پشتی ترم باشم بس. و نمیدونم چرا جواب رد میشنوم به هر دختری که پیشنهاد رفاقت میدم. خب آخه پیشنهاد رفاقت چجوری میدی؟ مثلا یه مثال بس ما بزن ببینیم چجوریه. خب مثلا توی خیابون یه دختر رو میبینم ازش خوشم میاد، میرم مثلا بهش میگم که من از شما خوشم اومده، میخوام با تون رفاقت کنم، بعد یا میخنده یا سرشو میندازه میره. خب باید بله یه چیزایی یاد باشه، دوست شدن با دخترها درست مثل شکار کردن میمونه. دخترها از ببین، ما پسرها از این لذت میبریم که دختره به ما بگه بله و با ما بیاد، ولی دختره از صد چیز دیگه لذت میبره. اگه به تو بگه نه لذت میبره، اگه تو دنبالش بیای فرار کنه اونجا بره پلیس صدا کنه جنگ و دعوا بشه گریه کنه لذت میبره، اگه داداشش بیاد با تو دعوا کنه لذت میبره، اگه تو عصبانی بشی بری لذت میبره. ده جور مختلف دختره علاقه برای اینکه با اومدن با تو لذت میتونه ببره، از نیومدن با تو و خیلی کارهای دیگه‌ای که تو اصلا خوشت نمیاد اون لذت میبره. و تو باید یادت باشه که راه اون لذت ها رو ببندی و بدونه که تنها لذتی که میتونه ببره اینه که به تو بگه بله. در غیر این در این صورت شما احتمال گرفتن جواب مثبت زیاد میشه. یکی از بدترین کارهایی که میکنی اینه که دختر که در حال حرکته میخواد بری سراغش. هیچ موقع تا حالا دیدی یه گله در حال دویدن باشه یه شیر بیاد حمله کنه بهشون؟ نمیکنه. وای میسته اونا که وایستادن راحت. تو باید بر مراحل جاهایی قرار بگیری که دخترها آرامن، نه در حال راه رفتن و دویدن و هفتهی دارن رقص میکنن واسه هم دیگه چشم ابرو میان تو بری اون وسط بیکشون بگی و هم دوست بشه.
و یه جایی باشه که گیرش بیاری و یه جایی باشه که اگه به تو بگه نه، هشت نفر دیگه نشنون، که از اون قضیه لذت ببره. ضمن این قضیه این که شما وقتی میری طرف دختری بلافاصله نباید راجع به که من از تو خوشم میاد صحبت بکنی، باید تا اونجایی که ممکنه مسائلی رو صحبت بکنی که این مسائل به اون مربوط نباشه. میتونه خیلی به یه دختر دیگه مربوط باشه، میتونه موضوعات دیگه ای باشه که اصلا از خودش صحبت نکنه. و ضمناً یاد باشه در مقابله با دخترها احترام، آقا بودن و پسر خوب بودن رو به طور کلی باید فراموش بکنی. باید مثل یک آدمی باشی که اصلا واسه طرف اهمیت قائل نیستی و خیلی سبک باش رفتار بکنی، چون خوششون میاد دخترها. بله، اگه این داستان خیلی مفصله، ادب و اتیکت و احترام و آقا بودن و سلام علیکم، ببخشید من مزاحم شدم، من اسمم محسن هستش، خیلی دوست داشتم با شما آشنا بشم، شما به نظرم خیلی خانم با وقار و فهمیده میاد و چقدر هم خود زیبا هستید، جواب اینه. ولی وقتی نشستی اونجا راجع به چیز دیگه وایس حرف میزنی و شما میری جلو، بدونی که جلو نمیری هیچ موقع، وای میسی در یه شرایطی خودشون دور و بر پیداشون میشه، یه شرایطی باشه که شما نری به سمتش، بلند شی از این ور بری اون طرف. اینکه از اینجا تو بلند میشی میای طرف اون، این همه راه میری، این همینجوری داره تو رو نگاه میکنه، زیباترین لذتی که به فکرش میسی که الان بهش بگم نه این برگرده میونه این همه آدم ضایع بشه تا آخر شب نگاهش بکنن و منو نگاه بکنن، شما هرگز نباید این فرصت رو بدید. همیشه باید شرایطی باشه که باهاش صحبت هم اگه میکنی راجب یه موضوعی که به ایش مربوط نیست، به زیباییش نباید کامپلیمنت بدی، به خوشگلیش نباید کامپلیمنت بدی، تعریف ازش نباید بکنی، بگی و بخندی بگی حالا کجا میگردی چیکار میکنی، تلفن تو بده ببینیم فلان اینا، ای نه من تلفن نمیدم، خب نداره. میدونی اونطوری نباید باشه که مثل یک عاشق که میگه خواستگاری شما بری سراغ یه دختری که اون طرف خیابون هست. داستانش مفصله. مهمترین چیزی که یادت باشه اینه که به هر دختری هر چی خواستی میگی و زیاد ادب و نزاکت هم بذار کنار، دنبالش نرو. و یادت باشه وقتی بهت گفت نه هیچی از دست نمیدی. خیلی ممنون، باید خوش آشان صحبت کرد. کدومون بگیریم؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هسته. الو بفرمایید. سلام. سلام بفرمایید. میشه با خودت صحبت کنم؟ با بهروز ویر هستیم، بفرمایید. میدونم اسمت زنده نیست میگه. آها بابا ویر هستی با بهروز، بفرمایید دیگه، چیزو بازخواست میکنی. شلوکون شدن همه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز ویر هستیم. الو. الو بفرمایید. رفت روه؟ مگه دیلی نداری؟ من گفتم چی؟ خیلی خوب، بالاخره دهان زیبای یک دختر غیر عقده‌ای رو هم شنیدین شما. خب دیلی بس کن، مثل که بازی شروع شده. دیلی چقدر طول میکشه بس کنی؟ آخه مگه چند ثانیه دیلی داریم؟ یه ثانیه داریم؟ نه دیگه، باید بری رو 15-20 ثانیه. میتونی زیاد کنی؟ الان یا میخوای کات بگیریم؟ کات بگیریم؟ نه خیر. این آقا دختر امروزی اینه، دهنش نیدی؟ این دختر نشسته تو کافی شاپ و اینجوری موازه با ببینه که یک ماشینش چیه و کی فلان لباسش چیه، اون 1770 نفر رو یاهو 360 داره، 530 تا دهنش هم اینه. این دهن علکی اینجوری نشده که، تو باید بدونی با این طرفی. اگه بری جلوی این بگی که سلام علیکم من اسمم بهروزه، واقعا چقدر باعث افتخاره اگر خانم زیبایی مثل شما بتونه چند دقیقه رو با من صحبت بکنه. منم تو خواهم اونجا نشسته بودم، تنها بودم، گفتم چقدر زیبا میشه اگر دوست کنید من بشنم با شما نوشابه با هم بخوریم و صحبتی بکنیم و برسوال بردوزار قشنگی هست، این افتخار دارم. اینجور میخنده، بعد هم از اونها چیزایی که تو دهنش بود به تو حواله میده، الان دیدی گفت. Thank you، متشکرم.
البته اون پشت مثال خانواده نجیبت میکنم که تو رو اینجوری بار آورده، ولی کلن مرسی که زنگ زدی و پوینتی رو که من گفتم به محضی که نقطه ای رو که من گفتم و دهنم